سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری الله هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم و باز مثل همیشه در نیمه اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون میگذارن. خانم میرزادگی، من داشتم این سایت سیف پاسارگاد یا نجات پاسارگاد شما رو که نگاه میکردم، دیدم یک تیتر درشتی اون بالا زده شده که این آقای بقایی که فکر میکنم رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و به عنوان یکی از ویرانگران آثار تاریخی از کار خودش برکنار شده، لابد امروز میخواید راجع به ایشون صحبت بکنی؟ بله، در مورد ایشون هم صحبت میکنم. سلام بر شما. آقای بقایی رو به عنوان واقعا یکی از مهمترین افرادی که آبگیری تنگه بلاغی مصر بود بر آبگیری تنگه، یعنی آبگیری سد سیون که تنگه بلاغی رو زیر آب برد و بسیاری از عملیات تخریبی که ایشون در ارتباط با میراث فرهنگی ما انجام دادن، همینطور در ارتباط با خصوصی سازی، ایشون یکی از افرادی بود که پا به پای رحیم مشایی ایستاد و میراث فرهنگی ما رو در واقع به حراج گذاشت که توضیح میدم. اما به نظر میاد که ارتباطی هم این ماجرای برکناری آقای رحیم مشایی و آقای بقایی، رحیم مشایی رو اول آخه برکنار کردن، یعنی به چیز گفتن، احمد نژاد گفتن ردش کن، بعدم این، در واقع این دو ربط داره. اولا به دعواهای اخیر این دو دیکتاتور سرزمینمون، یعنی آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد، و در این دعوا اخیراً به خصوص در ارتباط با آقای بقایی ربط پیدا میکنه به نوعی به امام زمان. تعجب نکنین، البته این چیزیه که حالا من توضیح میدم. ما 32 ساله که ربط پیدا کردی به امام زمان. بله، درسته. این جنگی که الان بین آیت الله و احمدی نژاد وجود داره، در واقع الان جنگ جدیه، تردیدی در این نیست، اما هنوز شروع نشده. یعنی درست مثل تعزیه هایی که خودشون در این دوره 32 ساله اون رو به اوج تئاتر و هنر رساندن و خودشونو کشتن که در سازمان یونسکو ثبت بشه، درست این اون تعزیه ها که یک طرفش خامنه ای واسده و ایلو تبارش و آیت الله حجت الاسلام امام جمعه و بخشی از سپاه پاسداران و برخی از بسیجی ها، و طرف دیگه احمدی نژاد ایستاده و وزیر دست چپ و راستش که آقای مشایی و بقایی باشند، و خیلی از جنگیرها و فالگیرها و بخشی از سپاه و بخشی از بسیج، همه اینها فعلا روبروی هم ایستادن و دندون به هم نشون میدادن تا همین چند روز پیش، و داشتن در واقع توانایی های هم رو میسنجیدن. یعنی عملیاتی که انجام میدادن کاملا معلوم بود که این عملیات گمانه‌زنیه، به خصوص این که برخلاف اون تعزیه های معمول که یه طرف یزید و نمیدونم شمر و اینها هستن و یک طرف امام حسین و اهل بیت، در این تعزیه جفتشون شمر و یزید و قاتل و همه اون چیزهایی که تو این سالهای گذشته از اینها دیدیم، و هر دوشون ظالم و بیدادگر. ولی لشکر اجنه مثل این که بیشتر طرف آقای احمدی نژاد،
بله بله ظاهرا اینجوری. البته آقای نوریالا واقعا تو این 32 سال این حکومت اسلامی سرزمین ما رو تبدیل کرده به خانه جنها و به در واقع خانه ارواح. یعنی شما ببینین این حرفایی که احمدی نژاد میزنه تمام امام جمعه ها توی جاهای مختلف، یعنی تمام این 32 سال اگه آدم این نوشته های اینا رو بخونه، یعنی تو روزنامه ها نگاه کنه، سخنرانی های اینا رو، اینا نصف صحبتشون راجع به اجنس و خرافات و یا خیلی خیلی بخوان پیش رو بشن میپردازن از رساله هایی در میارن که دیگه واقعا آبرو ریزیه به اونجا میرسه. یعنی این مسئله منتها این گروه احمدی نژاد و که در واقع حیرت انگیز مسئلهش در ارتباط با میراث فرهنگی، یعنی همه یاران جنگی علاقمند به جنگیریشون رو یا علاقمند به ظهور امام زمان رو، همه اینها رو دونه دونه فرستادن تو سازمان میراث فرهنگی که البته من توضیح میدم که چرا این کار کردن و همه اونهایی رو که خیلی به ایشون نزدیک بودن، خب اینا رو میتونسته یکیشو بکنه وزیر امور خارجه، یکیشو بکنه وزیر، همین کارا رو کرده. یعنی آدمها رو هیچ کدومشون سواد و دانشی در اون چیزی که نشستن سرش ندارن. ولی چرا اینا رو گذاشته اونجا؟ روز به روز داره روشن‌تر میشه. اینا در واقع این گروه‌هایی هستن که در همه جای دنیا هستن، گروه های وحشتناکی هستن که اعتقادات عجیب و غریبی دارن و اینها همه همدیگر رو دارن. اینها یک گروهی بودن که با هم آمدن و حکومت رو دست گرفتن و یکی از دلایل یعنی ما فکر نکنیم که آقای خامنه چیزی فرق داره با اینا، یکی از دلایل جاذبه اینها به نظر من خود مسئله همین اعتقادشون به امام زمان و غیره بوده. ولی نکته جالب، حالا اینها رو توضیح میدم اگر فرصتی بشه، ولی نکته جالب در اینه که درست در همین یکی دو هفته گذشته یک شایعه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد و اونهایی که تو ایران هستن خبر میاد که حتی بروشورهایی رو دادن دست مردم، رنگی، چهار رنگ، خیلی ترتمیز، که یه شخص روحانی پر از نور و اینا هست و نوشتن که ظهور امام زمان در خرداد امسال و بعضی از اونها هم حتی روز 14 خرداد رو به عنوان روز ورود امام زمان اعلام کرد. یا خروج امام زمان از شاه جمع کردن دیبله؟ نه دیگه، والا مثل این که قرار بوده که امام زمان در مدینه ظهور کنن، در سامره میگفته، نمیدونم، در مدینه ظهور میکنن قرار بوده و بعدم خب یه عده‌ای رو میکشن که حتی میگن نامه هایم به عربستان فرستادن همین آقایون مشایی و اینا که حواستون باشه قرار امام زمان تشریف فرما بشن و از این بحثا. به هر حال اینام جزو نوشته هاش چیزاست، شایعات، و کاملا مشخصه که اینا از سوی احمدی نژاد، یعنی از گروه احمدی نژاد، حالا ممکنه مال آقای ایکس باشه ولی از گروه ایشون. این مسئله ظهور حضرت طبیعیه که نه خامنه ای اونقدر پرته که نفهمه که امام زمان، یا فکر کنه امام زمان نیست، یعنی فکر میکنم که اینا میدونن، یا اگرم فکر کنن ادهی که امام زمان هست، هیچ احمقی فکر نمیکنه که این امام زمان 14 خرداد میاد به خبر داده به احمدی نژاد که قراره بیاد. یعنی فقط ممکنه یه عده مردم بیچاره این آگاه آموزش ندیده بازی قبول کنن، ولی افرادی مثل خامنه‌ای و اون گورک‌های اطرافش، اینها که همچین چیز رو قبول نمی‌کنن. اما
به شدت ترسیدن. این کاملا این ترس درشون مشخصه. ترسشون هم خیلی ساده است، دلیل مشخص داره. آقای خامنه‌ای نماینده امام زمانه. وقتی امام زمان بیاد، آقای خامنه‌ای تمام موقعیت شد دست میده، باید بره تو خونه بشینه یا در خونه امام زمان واسه 3 روز 10 دفعه زمین رو ببوسه. یعنی تردیدی در این که نیست. اونا میدونن که این اتفاق نخواهد افتاد، اما چون خودش همدست بوده با احمدی نژاد و همشون با هم همدست بودن و کارهای عجیب و غریبی کردن، امامزاده نمیدونم سیار را انداختن، میلیون ها، من هفته گذشته گفتم میلیون ها پول مساجد و امامزاده دادن، امامزاده ساختن، همینطوری امامزاده بیژن دیدن ساخته بودن. ولی امامزاده ساختن و ولی مهمتر از این اینه، اینا اومدن با همدستی هم چاه جمکران رو درست کردن و مردم رو فریفتن که امام اون توه و این بیچاره ها رو برای اینکه این درد ها و رنج هاشون رو بریزن بیرون، گفتن بریم بریزیم توی چاه. اونجا روی محل کسب کردن. آقای خامنه ای الان وحشت برش داشته که همدستاش این دفعه ممکنه یه نفر رو علم بکنن، بگن این امام زمانه، یه نور رو از این کارام که میکنن بلدن، هم برای خودشم این کارو میکنن، برای امام زمان 10 تا نور میزنن، امام زمان قلابیشون لباس میپوشونن، نمیدونم تاج میزنن، چیکار میکنن اینا. یه روز میگن 14 خرداد از چاه اومد بیرون. وحشت آقای خامنه ای و اطرافیانش از اینه که این حرفو مردم باور کنن و جماعت راه بیفتن در خیابانها و بعدم بگن که باید آقا استعفا بده بره بشینه تو خونه یا بیاد پای امام زمان ما رو ببوسه. به همین دلیل شروع کردن اول به قول خودشون جنگیر رو اعلام کردن، اینا قلابیان جنگیرن و اینا جنگیر نبودن، یعنی جنگیر به سبک چیز نبودن، به سبک آخوندا، به سبک آخوندا نبودن، به این سبک این کسانی که در هند اونجا هستن که آقای مشایخ الارادت داره بهشون میره و میاد، که اینا به نوعی هستن که میتونن مردم رو فریب بدن. آقای شروع کرد طرفداران آقای خامنه ای، هرچی طرفدار آقای احمدی نژاد بود که عنوان مثلا علم غیب داشتند و مردم میرفتن به دیدارشون و اینا رو همه رو گرفتن. ولی در این حال یه چیز مهمی هم وجود داره. آقای احمدی نژاد نیروهای مختلفی داره، یکی از اون نیروهاش اینه که ارتباطش با خارج، همون که صحبتایی هم شده در این مورد، ارتباط ایشون با خارج اینه که از طریق رحیم مشایی بوده، یعنی او رو به عنوان نماینده دانشجویان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور، که ما چقدر بدبختیم که سرپرستمون یک همچین موجودات باشن، سرپرست ایرانیان خارج از کشور کردن. به این دلیل ایشون با این بهانه، با این عنوان، اولا من بارها گفتم مرتب آمدن خارج از ایران، خارج شدن، رفتن به کشورهای اروپایی، رفتن به کشورهای مختلف و کارهای عجیب و غریبی کردن و آثار باستانی رو آوردن بیرون فروختن، همینطور هواپیما پشت سر هم اومده بیرون، معلوم نیست چی بوده. از یه طرف هم مذاکره کردن، از یه طرف هم خرید کردن یک سری از افرادی رو در خارج از ایران، تو کشورهای مختلف خریدنشون برای اینکه اینها به هم بزنن همه چی، اصلا متخصص به هم زدن شدن. یه عده میشینن پای تلویزیون ها شروع میکنن فوش دادن، یه عده میگن مثلا ما سلطنت طلب هستیم و با نام رضا پهلوی شروع میکنن هرچی فوش به مبارزین میدن، یه عده میگن مثلا ما مخالف رضا پهلوی هستیم هرچی فوش با... یعنی یک جور بلبشوی رو در خارج بین اپوزیسیون به وجود آوردن که به نظر من
اون مقدار که پول گذاشتن و اون مقدار که تلاش کردن خیلی خیلی کم تونستن بهره بگیرن. شاید خوشبختانه هر عیب اپوزیسیون داره این عیبو نداشته که اینقدر که بتونه بچسبه به جمهوری اسلامی، یعنی ممکنه خیلی عیبا داشته ولی دیگه به جمهوری اسلامی نچسبیدن، یعنی تعداد اونایی هم که بهش چسبیدن هیچ کدوم ارزش سیاسی معمولا ندارن، یه سری هوچی هستن که این کارا رو میکنن. ولی به هر حال این کاری که این پولی که اینها از میراث فرهنگی به دست میارن که خیلی ها میگن که باورشون نمیاد، مثلا میگن مگه چیه میراث فرهنگی، چقدر پوله؟ این میراث فرهنگی یا گنجینه های بشری سرزمین ما که زیر خاک ها هست، که من الان آماری رو از زبان خودشون میگم براتون، اینها میلیون ها میلیون دلاره. یعنی چیزی که تو کشورهای مثل یونان، مثل ترکیه درآمدی به وجود آورده که قابل مقایسه اصلا با درآمد نفت ما نیست، یه چیز عجیب و غریبیه. و اینها این راه و انتخاب، اونا از طریق توریست مردم رو جلب میکنن و درآمد از این آثار به دست میارن. مال ما چون کسی حاضر نیست از خارج بیاد توریستا، و ضمن خود اینها هم با میراث فرهنگی ایرانیان، منهای میراث فرهنگی که مربوط به اسلام بخش تشیع خودشه، با همه مخالفن، هم اونا رو از بین میبرن، هم زمین ها رو خالی میکنه، یعنی زیر زمین رو خالی میکنن. چقدر اینا آتشکده رو از بین بردن، و چون اصلا حاضر نیستن اسم آتشکده رو بشنون، خیلی هم از افرادشون آتشکده ها رو اسمای دیگه بهش دادن. یعنی یکی از کارهایی که میکنن اینه که آتش میگن این آتشکده نیست، این مثلا رصدخانه بوده، بعدم میچسبوننش به این که بله اینا مربوط به اسلام و رصد میکردن و از این مزخرف. به هر حال اون این پولها، اینها فکر کردن که جلوی این پولها رو گروه خامنه‌ای جلو با بیرون کردن اینها از میراث فرهنگی جلوی این پولها رو میگیره. و نه تصور، نه این که تصور کنیم آقای خامنه‌ای و افرادش نمیدونستن که تا به حال چنین پولهایی میره. خب اونا هم سهم خودشونو میگرفتن. یکی از کسانی که شایع است و بارها اسمش آمده پسر آقای خامنه‌ای که ایشون میگن خیلی علاقمند به جمع‌آوری گنجینه های عتیقه های گذشته است، یا گنجینه های دوران باستان و ایناست، ولی هیچکی نمیدونن این علاقه که ایشون داره این کجا میره. این محل به دست آوردن این عتیقه ها لزومن سایت های چیز که نیستش، که من یادم توی یکی از برنامهاتون شما گفتید که کامیون آوردن جلوی موزه، بله. اشیاء موزه هم بار زدن و بردن. بله اتفاقا یکی از گویا یکی از دلایلی که آقای بقایی رو 4 سال از کار دولتی برکنار کردن گویا این بوده که اموال موزه ها رو بردن بیرون، میبرن بیرون، برده بیرون. و ببینید موزه ها با هم ارتباط دارن دیگه، میدونین که بله. اینجا هر کشوری به خصوص کشور بله میارن نمایشگاه میذارن، تمام مثل منشورو که بردن ایران بله. نمایشگاه گذاشتن. اینها مدام ظرف چند، یعنی از وقتی آقای احمدی نژاد آمد هر روز یه بخشی از اینا رو بردن این ور اون ور، یه جاهای عجیب و غریبی، مثلا نه فقط فرانسه، نمیدونم یه جاهای عجیب و غریبی آثار موزه ها رو میبردن، میزنن معمولا اینا رو توی کامیون بسته بندی میکنن، اونجا تحویل اونا میدن، مخارج چه اونا میدن، ولی هیچ پولی به اینا نمیدن، میگن این یک جور تبادل فرهنگی، ولی اینا هیچ کدوم از اونا رو نمی آوردن ایران.
این خبر هست توی که الان من نمیخوام چون یکی دوبارم گویا اینجا گفتم عکسارم نشون دادیم که اینها زمانی که اینا رو بار میزنن که میبرن به کشورهای خارج توی هواپیما میذارن اینها رو توی موزه تقسیم بندی میکنن، یه سری رو میبرن میفروشن، یه سری رو میبرن تحویل موزه ها میدن. موقعی هم که برمیگردن رؤسای موزه هم که همه دوستای خودشون، اونایی هم که اوایل انقلاب بودن که از گذشته بودن، اونا رو هم همه رو به عنوان پاکسازی طاغوتی رد کردن رفت. و هر کی هم که اون وسط چیز رو متوجه بشه، اشاره‌ای بخواد بکنه، یه انگی بهش زدن و بیرونش کردن. یعنی الان خود اون بخش دیگری از دولت تصدیق میکنه که این آقای بقایی و بقیه خارج کنندگان اشیاء موزه ایران بودند و به یکی از دلایل تعلیق یا محرومیتشون سوء استفاده های مالی در میراث فرهنگی، همش در ارتباط با میراث فرهنگیه. بله، یکی از دلایل که اینها این گروه در واقع سازمان میراث فرهنگی رو برای اجتماعات خودشون انتخاب کردن، علاوه بر مسائل مالی، مسائل فرهنگی هم هست. فرهنگ گروهی که معتقدان به ظهور امام هستن، امام زمان هستن، و به این دلیل. ولی به هر حال من اینجا لیست خیلی چیزهایی گذاشته بودم، ولی به نظر میاد که 5 دقیقه بیشتر وقت نیست. ولی من فقط برای این که بدونید که این چه رقمهایی حیف و میل شده، بعد از بلافاصله بعد از اینکه احمدی نژاد و گروهش آمدن، اینا آمدن یکان تشکیل دادن، محافظت از میراث فرهنگی، که حالا نمیدونم چه قصدی داشتن، ولی اون اوایل شاید به خاطر اینکه این رو از دست دیگران خارج کنن خودشون باشن، چون اصلا نمیدونستن چی به چیه، هیچ کدومشون این کاره نبودن. این یگان واقعا بعضی هاشون با جون دلم کار کردن، ولی بعد از 2-3 سال اینا رو خاموش کردن و اصلا هیچ خبری ازشون نیست. اوایل که گزارش میدادن، مثلا سال اول، یکی از مسئول امور ارتباطات و تبلیغات این یگان به خبرنگاران میگه که ما 1,270,000 محوطه تاریخی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی. شوخی نیست آقای نوری علا، 1,270,000 محوطه تاریخی. بعد میگه که اما تنها 24,000 مکان به ثبت ملی رسیده و بقیه به حال خود رها شده و در اختیار قاچاقچیان و دزدان و عتیقه و اینا هستن که به کار مشغولن. یعنی اینها زیر نظر سازمان نه، یعنی اینها به کار خودشون مشغولن. این از اول بوده. مثلا فقط در 1 سال همین اینها اعلام کردن در 1 سال 100,000 حفاری غیر مجاز صورت گرفته در مازندران فقط، چون مازندران خیلی داره. بعدم خوزستان و اینا که بعد اینا رو من باز یه موقع دیگه راجبش صحبت میکنم. ولی کارهای عجیب و هیچ خبری که از اونا نشد، هیچی. هر هیچ شما هم پیدا نمی کنین که هیچ حفار غیر مجازی رو بگن اینا دستگیر کردن و این دادگاهش بوده. بلا فاصله بیخبر میشه. بزرگترین محموله تاریخ رو گفتن در فرودگاه مهرآباد گرفتن. دیگه های و هو، دیگه نمیتونستن جلوشو بگیرن این قصر. یه کسی اون بیچاره اشتباهی حواسش نبوده اینا مالکیه گرفته و سرصدا کردن، ولی همون آدم آزاد شد و هیچ خبری نبود. یا اون تکه عظیمی که از سنگهای تخت جمشید رو دادن به یکی از این سیاستمداران کره‌ای، بعد های هوی هوار، بعدم گفتن نه این یه هدیه دولتی بوده، شما غلط میکنین که هدیه دولتی رو از اموال مردم بده. به هر حال اینها
فراکی جانشین این آقا شده. همین این رو الان من میخواستم بهتون بگم که اینها عجیب، این گروه همشون جزو معتقدان هستن. این سومی هم آقای هستش به نام بله به نام آقای روح الله احمدزاده کرمانی که این جانشین آقای بهایی. دو سه روز قبل از این که این آقا رو دادگاه برکنار کنه، نه از کارش، از سمت‌های دولتیش، از میراث فرهنگی برش داشتن، یعنی گفتن باید بری، و به جاش یک کسی رو به نام روح الله احمدزاده کرمانی گذاشتن که فقط 32 سالشه آقای نوریالا، ولی 50 تا مدرک تحصیلی داره، از دکترای مدیریت از آکسفورد هم داره، نه از آکسفورد از چیز گرفت، چون آکسفورد اینا دیگه زود معلوم میشه، اینی که دیگه داخلی شدن همشون، به هر حال از مدرک مدیریت داره، شاید هم واقعا داشته باشه، ولی این همه زیاد آدم 32 ساله نابغه باید بشه، این همه مدرک داره و بیش از 30-40 کار دولتی در طول مدت زندگیش انجام داده، حتما مثلا 10 سالگی شروع کرده. به هر حال این آقا در وبلاگ شخصی خودش شب عیدی ببینین چی نوشته، یعنی ببینین که اینا چه گروه، ما با چه گروهایی توی تماس داریم. آقا جان، در این روزهای پایانی سال که پشت میز کارم نشسته بودن، ناگهان دلم بدجوری هوایتان را کرد. دلم تنگ آقا جان یعنی کی؟ امام زمان. آه فکر کردم آقای خامنه‌ای رو. نه امام زمان، اینا بالاتر از اون. میدانم قربت شما از من هم بیشتر است. شما از من و امثال من حتما راضی نیستید. آقا جان، در طول سالی که گذشت من به برخی محرومین و یتیمان و مستضعفین سر زدم. به نظرم آنها را خوشحال کردم. اگر می شود همینها را به عنوان بضاعت مزجات از من قبول کنید، یا حداقل مرا در اعداد همان یتیمانت قرار ده که در دل شب به دیدارشان می شتابی و به لطفت محتاج و مشتاقن. یعنی معلومه که اینا مثلا به دیدار مشایی رفته، اینم دلش میخواد. بی تو روزگار بر من سخت میگذرد. آقا جان، در این شهرهای پر سر صدا بی مهری زیاد است، بعضی ها به ظلم، حالا این کار و این کار و اینا. میگه عزیزتر از جانم، میدانم که لایق جوابی و عنایتی از شما، از سوی شما نیستم، اما اگر در روزگار ظهورت که من همین خرداد ماهه توفیق حیات یافتم، مرا به الطاف و کرامت و فضیلت از مستشهدین در راه، مستشهدین در راهت قرار بده. و این رئیس سازمان، و شما میبینین چه ربط عجیبی بین سازمان میراث فرهنگی و امام زمان شده. به این ترتیب ما میتونیم از بینندگانمون عذرخواهی بکنیم که اگر که دو هفته دیگه ما برنامه نداشتیم، به علت ظهور رو ممکنه همه چی به هم بریزه دیگه. بله، و ظهور به هم بریزه، و حتما هم از سازمان میراث فرهنگی، یعنی اول میرن از چاه اسمش از سازمان میراث فرهنگی و امور جنگیری بله، از چاه جمکران میان بیرون و مستقیم میرن در میراث فرهنگی، و هیچ چیز اینها خنددار هست اما دردناکه. در قرن 21 ما نشستیم، ببینید چه کسانی بر سرزمین ما حکومت میکنن. واقعا شرم باید داشت.